دونجا را از نزدیک پرانده ای؟ بله پراندم، پسرم را دزدیده بود. تونجر هم سلاح داشت، من خودم را مدافع کردم. در سلاح تونجر تیر نبود؟ آقای سودیا، من از کجا دانم که وی تیر ندارد؟ فالبینکی نیستم، کاری شوفی است مگر. در دستش سلاح بود و من تنها وظیفم را اجرا کردم، کاری نادرستی نکردم. چرا دیگر خود را انتظار نشد؟ گفتم که پسرم را ربوده بود، من باید فوری عمل میکردم. آقای سودیا، برای مرگ قاتل پلیس شما مرا گناهگار میکنید؟ من مگر قانون گفته باید میمردم؟ در آنجا یک نفر مرده است کمیسر گیگیت. گوش کنید آقای سودیا، در آنجا تنها یک خوک مرده است و در روبرویتان شکارچی خوک ایستاده است. یعنی به قصدن کشتنت اقراری؟ گوش کنید آقای سودیا، من به شما کار نمی آموزانم، اما خودتان یک فکر کنید، نفری بر سر شما با سلاح تهدید می کند، پس شما چیکار می کردید؟ در این وضعیت شما چیکار می کردید؟ گوید چیکار می کردید؟ این چیزی دیگر است. چرا دیگر؟ سلاحی که به سر سودیا کشیده می شود مگر از سلاحی که به سوی پلیس تهدید می کند فرق دارد؟ از کجا می دانستم که سلاحی وی تیر داشت یا نداشت؟ بچم، تو خود قانون را خوب می دانی، فراموش مکن که اگر قصدن کشته باشی در نزد قانون جواب می دی، زیرا این خیانت به دولت است، خوک هم زیر حمایه قانون است. آقای سودیا، در روبرویتان بیگناهی هست که به او حمله کردند، کودکش را ربودند، قاتل بسیاری او تیر خالی کرد، وضعیت همین خیل بود، واقعیت همین است. واهمه نکنید آقای سودیا. چار یک گفانه ای تیار، تو برای چی با او همراه کردی؟ آقای فروخ، فکر کردم که شما از این کار خبر دارید. یک باری دیگر به اجازت من یکان کار میکنی، تو را زنده میسوزانم، فهمیدی؟ جسد سوختت را به آسیاب میپرتایم، استخوانهایت نمیماند، فهمیدی؟ فهمیدم اکه. الحال همینش بس است، تو را پس از یک دو روز باز دعوت میکنم، در این مدت از شهر بیرون نرو. چهلی که امر کنید آقای سودیا، اگر خواهید محکم کنید، از دولت شما کمی استراحت میکنم. بهترش خودت را به روانشناس نشانده. اگر تیر پرانم ممکن کمی آرام شوم. چی؟ میگویم که تیر خالی کنم آرامتر میشوم. ای دیگی، این کار شوخی نیست، به خدا میدانم درد و رنج زیاد کشیدی، لیکن زندگی یک مرام نیست. سردار او چی نقشه داشته باشد؟ حاضر میفهمیم. دیوانه شده است سردارم، آقای سودیا راست میگوید، با دکتر بریم، از حد نگذرد. خیری، تو از زنکای لبی آب گذراندی، کارو بارد واهم اندازی. سردار، آیا قصدن کشته باشد؟ فکر نمی کنم، یکیت فعل دیوانگی دارد، اما ظالم نیست، فرصت فکر کردن نداشت، خودش را محافظت کرده است. انشاءالله چنین است سردار، انشاءالله چنین است. نفهمیده باشی تا شب تو را میفهمم. اگه التماس نزن. حاضر گفته هایم را تکرار کن. بعدی خوردن لگت ها فهمیدم که از خدا نه، از تو باید ترسم آقای فرخ. برای مجلس دعوت کرده بودید بچه ها در روحان،
بردارید این را. به فکرم بد نیست. کار به کمبودی نمیشه. کوشش میکنیم کمبودی نشود. برعکس همه چیز تیار است. نجیب سردار، این جوان را احتیاط کنید. خواتیر نشود آقای سودیا. من به او نمیگیرم. براری کار میخواد. چی نگاه میکنید؟ همه چیز رو گفتم، شما هم شنیدید، باور نمیکنید؟ در اصل من چیزی میفهمونم که این مراتبه باورتون نمیآید. با مجلسگاه گذاریم. شاید بعضی از این چهره ها با شما شناس باشد. سرداران، این گروهی که شما دیده استودهید با مجلسی مخفی جنایی خود رفته استودند. ما این نوارها رو چند پیش دسترس نمودیم. سردارم، این شخص با تخلص بهجا بهجا دیجلی است. این زن باشد با تخلص فیفی از زیر سنگ آسیا هم سلامت میبراید. خانم فیفی رو با دستان خودم دستگیر کردم، اما مثل کبوتر پرید. اینها چیکار میکنن؟ سردارم، اینها همون هایند که در مجلس سوگنیات کنی نقابداران بودند. این گروه اعضاهای گوناگون دارد، خیلی هم پیچیده. مگر همین کلبه فاروخ است؟ خود خودش جوراجون. بهجت سردار گروه نشه جلابان به حساب میرود. دیوانه است، مایل دختر بازی دارد. این کارها را فیفی تشکیل میکند. مسئول همه گونه فاحشه‌گری ها فیفی است. وزیر دولتی شریک جنایت کاران. درست گفتی جورا جان. من همچون غضب خداوند مثل کفارت گناه آنهایم. اوه آقای گید کمی ایست، چیو میگوی؟ در خطاگی های خود نام بزرگ الله را مگیر. این شخص همون است که به عملهای گروه پولی زیاد صرف میکند. یعنی سرپرست این همه او میباشد؟ آره. نام این شخص التیلی نظمی هست. در اصل قمارباز اشدی. 10-15 سال پیش دکانی خردکی داشت. حالا ساختارش میلیون ها دلار رو گردش میدهد. قمارخانه ها، تجارت افلاس. به اجازت این شخص کسی در استانبول نه قمار بازی میکند و نه قمار خانه میکشاید. اگر به زور و توانش باوری داشته باشد، با ما روبرو شود. حلدون را بید هم میدونید، راهبری رانو. او هم یکی از آن هاست، مسئول خبرها. او چنونه که میدونید، دفعه گذشته به موافقه با رانو خبری پلیس تقلبی را به نشر رسانیده بود، ولی راهبریت بعد از عنیق شدن دلیل و اسناد با او چاره نندیشید. دیگرش کلش کمال، کارش سلاح فروشی است. سلاحی نیست که نیابد، به همه گروه ها سلاح می فروشد. دستم، این آدم به من لازم است. اینها را خوب میدانیم، پس چرا امکان دهیم که آزادانه زندگی کنند؟ چگونه عیب دارش میکنیم؟ ویران کردن قاعده حرکت راه؟ یا ثبت تلفن؟ تلفنش گوش کردن نمیشود، تیز ایوازش میکند. در این قدر گناه چخیر دلیل یافت نمیشود. آنها آدمانی زیرکند، کارشان را نغز میدانند. خیره، موقعیت را معاین کن، تو از جانب ما هست یا از آنها؟ آرام باش گید. با دقت باشد، این نظمی باشد با تشکیلات پول دادن نمیخواهد. از این رو راضی است که با ما همکاری کند. همراه خیری با آنها وا خوردیم. همینطور نه؟ این هم بلا بوده است. مردم را در حبس جا میکند و کارش را پیش میبرد. به خدا این آدم به من مخور شد. این نظمی مثل هدیه اولین است. با
به نزدیکی در دستمون دلیل ها می شود. همشون را 300 سال زندانی میکنید. این به قصه اصحاب کهف و غار آنها مانند است. آمدن می خوابند و حکم عوف که صادر شد آنها هم می برایند. برای ایشان از همه خوبش حکم قتل. یگی به تو چی شد؟ بغیر از مردن و کشتن دیگر چیزی نمی دانی. ما پلیس هستیم و آدمان قانونیم، حاکم و سودیه نیستیم، فهمیدی؟ کاری خودم آن را میکنیم. آقای فروخ، این را مراد سردار مخصوص برای تو فرستاده است. زنهای کوهستان این را دستی بافتند. تشکر، سلامت باشند. مراتبه گذشته در مسئله مواد مخدر با مراد سردار کمی نفهمی شده بود. آقای فروخ بزرگی کرده او را ببخشید. پیش از آغاز مجلس میخواستم یک دو مسئله را مطرح کنم. تا این دم در بسیار ویرانکاری ها دست داشتم. تقدیر گویم ناحقی می شود، زیرا به تقدیر باوری ندارم. جنایت هایم زیادند. کی جنایت نکرده از در اینجا؟ حتی آقای حلدون نفری را سالی گذشته کشته بود، خودش یک هفته بیهوش مانده بود. دزدی کردم، مردم را به دام افتاندم، اغوا کردم. فکر میکنم شرط نیست همش را تکرار کنم. اما یک چیز را هیچ دوست نداشتم، قمار را. آقای فروخ، کجای قمار بد است؟ درآمد زیاد امان از همین است. سقا می پرتویم، دست امان در نکنم. نادرست نفهمید، زیدی قمار نیستم، تنها بازیش را دوست نمی دارم. میدانی برای چه نظمی؟ نمی خواهم که کارم را توکل کنم. تا این وقت یگان کارم را به توکل حواله نکردم. دو چیز را اصلا باور نمی کنم: توکل و مردم را. با پلیس ها زبان یک کردی ها؟ تو مرا چی خیال کردی؟ مرا یکان زیر دستی خودت ساب کردی ها؟ گبزن گبزن دایما گپ و گپ سفزتا. این را گفت و آن را کرد. ما اینجا گپ فروشی میکنیم و آنها آنجا با چی کارهای مشغولند. تو باز سر کردی ها؟ جراجم، حاضر رفته نفری را آورده حبس کنیم، بجایش دیگری رو میابند. برای این تشکیلات رو از بیخش کندن کار کرد. مندو سرکمیسر راست میگویند. اگر یک دستشان رو بریم، دو دست دیگر میبرورند. آنها مثل زهرپیچک به همه جا ریشه دواندند. با قوتند. نمیدانم، میروم. یگیت پیش از پاده چنگ نبردار. در دست همان سند زیاد است. این هم آغاز کار است. مانید سردارم، اگر به شما گذارند 50 سال دیگر نشسته رسم نگاه میکنید، گزارش میخوانید، گزارش مینویسید، کای راهبران اجازت میدهند و بچه ها به عمل میگذارند، باز از بالا زنگ میزنند و بس الحال. سردارم، این افسانه را چند بار شنیده ایم، حساب کنم. دشمن هایمان تمام شد و دوست هایمان ما را می فروشند. گیردید را. با کدام پلیس مصلحت کرد از پیش همان پرتایید؟ شنیدید مرا؟ شنیدید مرا؟ شنیدم آقای فروخ. چرا شنیدی؟ این را نزی پلیس ها میپرتویم. دیوانه، این گفتت کیست؟ نام ندارد مگر؟ دارد آقای فروخ، نامش نظمی. نه، من هم میدونم نظمی، اما نبوده است. آقای فروخ شما بهتر میدونید. نامش خیانتکار. خیانتکار. شما بهتر میدونید آقای فروخ. عاقبت خیانتکار جسد. جسد چی بوده است؟ جسد بوده است.
زود این رو بوی نگرفته پرتایه زود. دروغ است که دوستی کهنه دشمن نمی شود. معلومات دوستی کهنه و دوستی نو به خیالم به همتان فهما شد. فهمیدیم. فهمیدم سردار. مجلس تمام شد. مراد سردار آیدی مسئله با شما خواهشی صحبت دارد. مسئله چیست؟ چرا خودش نمی آید؟ ما را پیشی پایش دعوت می کند؟ آقای فروخ این حال وضعیتش مساعد نیست. می دونید مسئله داد و گرفت است. تعجیل است. نباشد واخوری تشکیل کن. یا اینکه ایست بعد از نصف روزی کبوتر سراغ را می دید. آنجا بخاف. اطاعت. یگیت یگیت صبر کن. لبای سردارم لبای. همه رو برباد می دهی. با نشستن چی به دست می آید؟ استیفا می گویم نمی گوید؟ رفته دستگیر کرده به حبس گیریم نمی شود می گوید؟ چکار کنیم آخر سردارم؟ جورا جان جورا سردار نمی شود می گوید. تنها می گوید که وقتش آید. او هم حق است. گوش کن کاسه صبر من هم لبره شده استاده است. با من نگو که هر روز کدا چونین است. آه نگوید نگوید. یا سبحان الله دادر تو عقلت رو خورده ای؟ همه دسته ها ماشین شبهنا که با صورت بلند از نزد بینای شعبه مدد گذشت. نظارت کنید ماشین سیاه و بی‌رقم است. سردارم من نمیفهمم. آنها در کوچه ها آزادانه میگردند. من به این طاقت کردن نمیتوانم. خون به مینه هم میزند. دلم تنگ میشود. دستم خود به خود به سیاه میرود. چیکار کنم؟ بخیر است. چی شد؟ از ماشین جسد را پرتافتند. جسد؟ جسد؟ خدا شگم. جسد از کجا به اینجا آمد؟ ماشینی به رقم آورده پرتافت. زود به همه خبر دادم. اینش کم بود سرداران. این نظمیست که در بارهش گفته بودم. با ما میخواست مشترک کار کند. معلوم میشود که پیش از ما فهمیدند. همین طور. عقلم نمیگیرد سردار. من میدونستم و خیری میدونست. فکر میکنم باز یک نفری دیگر. دو کس که دانست سیر از بین میرود. بزرگا سنجیده گفتم. ببین ثابت شد. خیر شما در اینجا چیستان گویه کنید. با اجازت شما من رفتم. کجا میروی؟ سردارم یکان روزی آرامی نیست. رفته کمی استراحت میکنم.
حال کردی؟ حال کردم آقای فاروق. عکس‌ها رو نشان میدم. ناز. مرحمت. به حال دوت هم روان کن. حالا سودای روزنامه ها نه انقدر خوب است. به هر جایی که فرمایید روان میکنم. عکس رو گرفتی هلدون؟ گرفتم. فکر دارم که چی سرلاو همانم. نفری نماند که عکس رو ندیده باشد. روزنامه، تلویزیون، ژورنال، هر گونه که میتوانی. با جان و دل. موضوع داغ روز. داغ روز بر این عکس کنید. با آنها بیهوده مگر اینقدر معاش میدهم. البته که برای همین روز هاست. این مرد بین تو را نگاه دارد، تو را فهمید. امکان ندارد. برای فهمیدن من از این قدر دوری باید چشمان شاهین داشته باشد. خواتیر نشوید. تو را کسی تحقیم نکرد است آخر؟ نه، اگر می بود می فهمیدم. در درون کمی کار دارم. با کبوتر حساب و کتاب میکنی. تشکر، ممنونم آقای فاروق. چشمم و هم سلاح هم به سوی توست فرخ. البته وقتی تو هم میرسد. من هم سلاسی من استم. میبینیم باز چخیل فیلم بنوار میگیرند. خوش آمدی سردار، هدیه‌ات رو گرفتم. تشکر. سلامت باش آقای فرخ. در مناسبت ها بعضاً نافهمی ها رخ میدهد. سری مسئله بیا. وقت آخر تلفات زیاد است. بعضی ها از کار دست میکشند. کم قوت شدنم اون رو باید کسی نداند. چی فکر در سرتون دارید؟ فکر میکنم که خون ریزی لازم میشود. کمی برابانی مردم تاثیر رسانیم. اون رو نمیپرسم. بهانه هدفتون مشخص گویید. افتابوسی که عسکرها رو میبرد میتر کنیم. افتابوسی که جوان مردان رو از خطوره گرفته میبرد. در کجا میشود؟ عسکرها در حیدر پاشو میفرایند. در این خیل جای ها کسی انتظاری ترکش نیست. امن رو در سری گردیش انجام میدیم. میدان رو روشن میسازیم گویید؟ اعتراض ها، میتینگ ها همه روی آینه نیلگون میبراید. در است این کار به تجارت ما هم فایده میبخشد. به شما چی لازم؟ سلاح. هم خوب باشد و هم ارزان. حادثه خیلی تماشا باب هم می شود آقای فرخ. نامرد ها، خدا خواهد چاکن ها هم از زیری چاه می شود. شد آرام باش. رفته یک بینید وضعیت چگونه است؟ چه شد که؟ این عکس ها رو کی گرفته باشد؟ کی گرفته است سردار؟ کسی که جسد رو پرتافته است رسم هم گرفته است. ای خدایا. و سمت ویدیو ها نظر کرده؟ ماشینی بیرخم جسد رو پرتافته است. هلا هلا. از کجا میدانم که نظمی با ما همکاری کردن میخواست؟ ها سردارم؟ چیگر؟ چی رو تماشا دارید؟ خودمان را تماشا داریم. خودمان را خودمان را؟
اوه این منم؟ سرم کل؟ نخود پیشانی من اینقدر کشود باشد. اوهو من چی میگویم این در همی چی یا توبه. سلاحکای لازم است. هرچه بر وقت‌تر بهتر. از جزیره های یونان میارم. از لوریان. زود به راه میبراید. شب همینجا میشود. ما را خیلی خرسند میکنی آقای فرخ. ما کارمون را میدانیم. آقای فرخ من به دیمیتروس زود سپاریش میدهم. یک دانش 50,000 دلار میشود. 10 دانش 500,000 دلار میشود. پول را به بهجت میدهیم. فهما شب در بندر با میخوریم. با فیفی سپاریش می دهم که بعد از دادو گرفت استراحت میکنیم. دختر آماده کنند. اگر من نقشه های شما را برباد ندهم ارواح شهیدان آرام نخواهد شد. چیکار میکنی؟ آخیل رو تازه کنی اومدم. مایلش گذار. در مهمون خانه با میخوریم. مایلش شما روید. من در اینجا کاری دارم. نفری را باید ببینم. با خیر است آقای فروخ. دفتر کنه را ورق زنم. یک بینم کی قرضدار است و از کی قرضدارم. با اجازت شما. آقای فرو، غیر از فراش کسی نبوده است. مایلش، اما چشمانتان را خوب کشایید. خوب شده است. فهمو. مایلش آقای مدیر. شما هم آقای مدیر. البته آقای مدیر حق است. از ما طلب میکند. نوارها را تماشا کرده است. آنها ما را مسخره دارند. ما چیکار میکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ کنی نتیجه کار؟ نتیجه کار نیست. ممدو خیری شما در اینجا میمانید. میکابید و میپرسید. یکان چیز یابید به من زنگ زنید. من خانه می روم. یک شنبه دم گیرم بچه ها را بینم. بیداد سردارم. نه اگر نویگری شد با من زنگ زنید. سردار یک دقیقه سردار. بعد خیری من حاضر خستم. خبری تعجیلی است. زود بگو. یک چیز گفتنیم اما چی خیل گویم فکر میکنم در بین ما خبرکشی هست. خیر کی بوده است؟ با فکرم میمدو است سردار. میمدو؟ بله او که اومد همه چیز با یک دیگر پیچیدن گریف. او استخباراتی است. با او باور نمیکنم. از کجا دانیم که با اون تشکیلات مسیحیت نکرده است؟ یعنی بقال تو او دیست رو نیست کرده است. تو بسیار فیلم تماشا کرده چی؟ سردارم اجازه دید نظاره کنم و تلفنش رو گوش کنم. این سخنها رو دوباره نشنوم. تو خودت میدانی که نفری را تهمت کردن چیست. این گفته ها با وطن خیانت است. آخر سردارم اجازه دید اثبات کنم. خودم را باور نمی کنم اما با ممدوح کفیلم. از این پس هر آن چیزی که میگویی دانسته گوی. فهمیدی؟ دانسته. اون کس در اینجا. تشکر. تو در بیرون انتظار شو.
سعیس پدر مانده نباشید. تو که هستی؟ تو هم بی وفا بوده ای. دوستان دیرین همه بی وفا. فرخ شناختید؟ تو چهار داری اینجا؟ در شب بزم این قدر کارهای رزیلانت به کدام رو آمدی؟ بزن این شب برادر کدام بدی هم رو دیدی؟ نامردی خواهیم به ناموز بنانی خورده از خیانت کردی، همه جا را سوزاندی، همه از روی تو پریشان شد. روزهای گذشته، حادثه گذشت. دخترم نزلی از دست تو مرد، قاتل حرام. دفشم، دفشم از اینجا. و دخترت تمام دنیا را می دادم قبول نمی کرد. تو را نیو نجیب را دوست می داشت و تو به نجیب یک عمر بخیلی داشتی. از حسد زیاد مجبور دختر را دزدیدی، برای قصد گرفتن مجبور آیله دار شدی، بعد پرتاخته رفتی. گوش کن و موی و ریش سفیدت نگاه نکردم می کشمت. اکه یگید، اکه یگید، در اینجا چی کار میکنید؟ آنها کیستن؟ یوسف، تو امروز در اینجا هیچ چیز و هیچ کس را ندیدی، فهمیدی؟ هیچ کس را. اکه بگو چی شده است؟ بسیار کنجکاوی مکن، چیزی گفتم همان، حتی اکه نجیب هم نداند، فهمیدی؟ فهمیدی؟ زود از زیبا باید رو. فهمیدم و؟ رو 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 رو. یوسف، تو حال هم در همین جایی؟ راو گفتم، راو، من از زیبا باید راو. خیر، تو دیدم. تو چی کار میکنی اما من نمیفهمم. من تا حال آنی را که از من نشده است به دیگری نمیدیم، میفهمی؟ نمیدیم. سرده مرا، تو بر مغلوب شدن محکومی، در این دنیا برد کنی هم در اون دنیا جوابش را خواهی داد. من به کسی حسابات نمیدهم، نه به خدا نه به دیگری. تو تنها از خودت کم قوت ها را اذیت میدهی، زورت به موی سفید کوری ضعیف میرسد، همین قدر مردی. عدالت دنیا همین است برادر، ماهی کلان ماهی میده را میخواهد میخورد، میخواهد مجخ میکند. فهمیدی آشنا؟ فهمیدی؟ دنیا دنیای با قوتان است، فهمیدی؟ گفتم فهمیدی. بابا جون سرده مرو ناکرس. ای احمق، از موی سفید چی میخوای؟ مرد باشی مروزن با این گلویت رو میدارونم. مرد بچه رو بین. آفرین، نامه چیست؟ با تو چی؟ گم شو از اینجا. یوسف کاردار نشو. اگر باری دیگر با موی سفید درس دروز کنی میکشمت. در حیاتم دایم همین گپ رو میشنوم، لیکن تا حال به کسی نصیب نشد. فکر میکنم با تو بر این کودکی که از دهانش بوی شیر میآید نصیب نمیکنم. مال بچه به این مور کار نگیر. تو را دوست داشتم شیر بچه، ممکن باز وا خوریم. در وا خوری دیگر این خیل بختت آمد نمیکنید. بابا جون خوب استی؟ این مرد کی بود؟ خوب نیستم یوسف جان، فشارم بالا شد. این مرد کیست؟ فکرش مکن. داروهایم رو بیار، زود باشیم، زودتر بیار. بیا به خانه رویم. بسیار خوب، این رو میگیرم. این را یک سنج M3 خودکار است. اگر با این پرانی تیر 2 متر از آدم دور رود، هم یک هفته از جاش نمیخیزد. سلاح جنگی نه، بلکه شکاری است. ولی خیلی وزنین است، یکون چیزی سبکتر و جدیتر لازم است. کیف میکنم وقتی که نفر چیزی میخواستش را داند. این سلاحی است که قاتلان انتخاب میکنند. 9 میلی‌متر و 25 تیر جای میشود. در 4 ثانیه خالی میکند. شخصی در 400 متر دور بوده را میکشد. کیاک سنجیم. درست، درست. چیزی میخواستم همین است. همین را بگیرم. بیچاره.
حاضر همین قدر دارم. باقی ماندهش را بعد میارم. میشود. قریب که فراموش کردم. تیرهای مخصوصی که خواسته بودی. لیکن نفهمیدم که این هارا چیکار میکنی؟ همچون ارمغان تحفه میکنم. پروا نکنید. آسوده باشید. بیایید آقای نجیب. یکو پدر. نجیب پسرم خوش آمدی. تو را هم سرگردان کردم. استغفرالله. دائما در خدمت شما. چی شد به شما؟ یوسف بچیم. مرا با آقای نجیب کمی تنها گذار. خوب شده است بابا جان. یکان چیز لازم شود من در همین جایم. مایلش. خیر است پدر؟ نپرس نجیب. مار باز پیدا شد. کی؟ فروخ. فروخ؟ همینجا آمد؟ بله. مرا خیلی اذیت داد. اگر بار دیگر شما را ناراحت کند؟ مرا فکر مکن. من به جایی رسیدم. شکر که به این هم چشمانم محکم. به گور که رفتم کشاده می شود. مهم یوسف به تو سیر را می گویم. زیرا امانت را به شخصی باوری ناگ می دیند. تنها تو دانی و خدا. وعده می دیم. یوسف پسری فرخ است. چی ها می گوید یعقوب پدر؟ این مار دخترم را دزدیده زوران آیله دار شد. در وقتی پرتافتنش حامله دار بود. کسی این را نمی داند. نزلی مور اما یوسف را ماند. یوسف می داند این را؟ پدر و مادرش را چون رحمت شده می داند. باید نداند. الان خصوص فروخ را. اگر فهمد یکان فلاکت روی می دهد. اول و آخر خدا. از دست همان آمده را اجرا می کنیم. مادامی که باور کردید امانت کردید. دیگر چیزی فکر نکنید. فرزندان را به اینها نمی گذارم. با آیندگان دنیای باقی گذاریم که با این مردارها آلوده نباشد. در این وقتی کی باشد؟ گفتم نزدیکی روز روم. نشد. نزدی اپای هنر هم نخواستم. مرو تنها تو میفهمی گیت اینجا آمدم. خوب کردی که اینجا آمدی. بعضن کس میخواد درد دلش رو خالی کند. لیکن گویا کسی مرو گوش نمیکند نمیفهمد. این درد رو من خوبتر احساس میکنم. نوشی جان کردیم. خدا برکت دهد. دسترخوان را پر از فیض کردند. دست در درد را نبیند. با فکرم چای هم دم میکنم. البته دم میکنم.
نگاه میکنم و نگاه میکنم باورم نمیآید که نجیب هستی. باز روزانه امروز روز استراحت است آخر. دادا من یک چیز رو نمیفهمم، در دوره عثمانی اینقدر انسان چگونه یک جای زندگی میکردند؟ او چی جایی نفهمی است؟ اون وقت نه تلویزیور بود و نه روزنامه. باز با بی ادبان نوگی شمشیر رو که نشان میدادند آواز نمی براوردند. خاتون آفرین با تو، تو که چونین گویی جاهل ها چی گویند؟ محبت و احترام را نسبت قانون باید درس داد. مگر به محبت و احترام اداره کردن دولت آسان است؟ بخری تا نظر کن، در دوره عثمانی ها همه آرام بودند. حالا باشد همه با هم دیگر بحث و تلاش دارند. ببین باز در عصر 21 زندگی داریم. اگر یک از تریزه به بیرون نظر کنیم، آنقدر نارسایی ها به چشممان میرسد که گفته نمیشود. در کشو از همه چیزی مهمه که ارمنی را، یهودی را، ترک را، رومی را با محبت با آغوش میگیرد چی میباشد؟ مگر عدالت نیست؟ در جایی که عدالت هست فتنه به نیستی محکوم است. در جایی که عدالت حاکم است کس به خواری و زاری نمیرسد، همه خوشبخت میشود. دیروز خوش آمدی، خوش آمدی. آقای نجیب شما روی کارتون رو فراموش کردید مگر؟ کیروز فقط تو کی نویه نکرده بودی؟ مگر من یکون چیز گفتم اپای هنر؟ خیلی وقت شد که در خانه نبود، ما رو یاد کرده گیست. خانم اسرا هم آمده است، مرحبت بیاید اپا. شیرین مرحبا. بنا بودنی تیمور عادت کردن دشوار. در جای کار فکر میکنم که حاضر در کشوده میگردد و از در میدروید. اما دیگر در حقیقت تحمل این درد خیلی گران است. چهره حلیمه تا حالا نظرم در نمی شود. دو امروز اولی شناس شوی امون با یادم می آید. تکلیف آیل دو شوی گویه که دیرز بود. من رو ببخشید، خودم رو داشته نمیتوانم. هیچ غم نیست، در آن حالت هم همینطور میشود. میخواهد دلش رو خالی کن. اما از تو خیلی مینادارم یگید، برای نیست کردن اون پلید. چیز نیست. سلام آقای بهجان، با دیمیتروس گپ زدم. کشتی در راه است، بعد دو ساعت میرسد. خوب، تا اون وقت هوا هم تاریک می شود. این سرداری ما آقای هلدون است. او رو هم می شناسم. او با هلدون دو امبو می خورد. آقای کبوتر نیست مگر؟ بله. با من راستش رو بگویی گید. آنها با کشتاری شوهرم یکون علاقه دارن یا نه؟ کبوتر دارد، لیکن دقیق نمیدانم که هلدون به چی کار مشغول است. با هلدون خودم حسابم رو برابر میکنم. خودی حاضر رانا ایستا، چی کار میکنی؟ همه رو برباد میدهی. تو را مسخره و شرمنده میکنم. آنها را تو نمیشناسی. تو به این کارها صرفم نمیروی رانا. چرا صرفم نمیروم؟ من یک فکر دارم، تنها با من باور کن. خواتر مشو. با کشتار حلیمه و تیمور کسی دست داشته باشد میابم. البته مایلش، من به تو باور میکنم. خداحافظ. خیر.
فرخ ما رو پیشواز گرفتند. مال ها رو سنجیده میگیریم. تو پولت رو گیر. به میمون خانه بیا. تنتنه رو از دست نده. هرگز از دست نمیدیم. فکر میکنم که به من آغاز نمیکنید. آی سردار، مال در راه است. پول ها در کجا است؟ بیار کمی بو کشیم. درونم در این خونه که کمی گرم شود. پول را بیار. همین که بوی پول به دماغم رسید، دلم گم میزند. فکر میکنم استادن من معنی ندارد. شما مال رو میگیرید، پول در دست من میستد. راضی هستید؟ اگر مانعی پیدا شود؟ چرا مانعی میشود؟ چند سال است که همین کار رو میکنم. یکان مراتبه خطاگی کردم. من راضی. رفتیم. مرحمت کنید. تشکر. کجا شدی بیجد؟ دخترها تو را انتظارند. دخترهای عجایب آوردند. آمدم. خواتیر نشم. پولها را هم گرفتم. مرحمت. کشتی آمد سردار، انتظار شماییم. همه جا را بینید. خوش آمدید. خوش باشید. لوله ها آمد. آمد. در این زمستان شما را به لوله نمیمانم. مرحمت بیایید. هوشیار باشید. کسی ناید و نرود. تو اینجا مان. اسلحه اینجاست. 8 دانه دیوافکن. خیلی خوب. ا
آشناش رو تو گیر. از این سال من شوربا میخوری. اکنون میبینیم که در این نبرد کی برد میکند. من نشان خواهم داد که جنگش چی است و صلحش چی. دونستانی کلمه و واژه های زیاد صحبت شما شنیدنی خواهد بود. واژه‌نامه الکترونی از تقدیمات مرکز پرودوسری همصدا. برنامه الکترونی واژه‌نامه با 4 زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و ترکی آسان و کولای برای ترجمان ها، محصیلین و کارمندان کارخانه و اداره و مؤسسه ها. با استفاده این واژه‌نامه که بیشتر از 103,000 کلمه دارد، شما کلمه ضروریتان را در یک ثانیه پیدا میکنید. برنامه الکترونی واژه‌نامه را شما میتونید از دلخوا مغازه فروش دیسک ها پرسان شوید. تلفن ها برای معلومات 907-59-28-28 907-79-28-28. یک جویا برای غنی گرداندن بنیاد لغوی و برای همصدا بودن کار خواهیم کرد. همصدا، همصدای دل شما. تو چی شد؟ آدمی توست؟ نمیدانم، قسم میخورم که هیچ چیزی را نمیدانم. من دخترها را گرفته میارم، تو هم تیار شو. گیست گیست، نرو، اول کاستیمم را بین. چه کاستیم؟ چی فرقی دارد؟ چشمانت رو پوش می برایم. سی گفتم کشا مایلش. یک دو سی کشا اکنو. بیجاد این چی حال است؟ در دستت چیست؟ زرگوش دختر رو میدونستم، اما یکون بار زرگوش بچه رو میبینم. سبزی است، سبزی. دخترها بیاید اکنون. آقای فروخ هم میاید، بازی سر میشود. مهلش، مهلش. سلاحات رو بردار. کی هستی؟ از کجا برامدی؟ پلیسی تور میگویی، از راهیل میگویی، پاسبان دولت میگویی، هرچی میخواهی بگو. پلیس؟ تسلیم شوم و رو نپرم. سلاحات رو پردار.
مردو من اصلا پولیسم ولی در ادای وظیفه نیستم چه ها میگی؟ حاضر تو را گرفته برم هزار بهانه میابی شکنجه دیده میگویی حمایتگرت کوشش میکند که حبس نشوی نه بس است بس است من را به قتل میرسانی درست فهمیدی اما اول یک کاری خیر میکنی تلفنت را با من ده با من ده با تو سردار شعبه گپ میزند تو به او خبر میرسانی فهمیدی مالش گپ زن لبای من عجیب برایت خبری دارم در کشتی لبی ساحل اسلحه هست بسکران حمله می کنند نام کشتی گوکچه زود بیایید الو نجیب باز چی شد؟ نمیدونم رقم تلفنم راست کجا یکت است که آیدی حمله خبر دار از این خیل آدم ها چه خیل تیراریس می سازند تیره نپرانده به جهنم رفت این را دیده می توانی این تیر نشانه یگیت است از این پس فهمید و در یاد دارید دسته ها رو خبر ده و ساحل می رویم یکی درستان صدم نبرداشت او رو هم خبر ده نجیب باز با کجا می روی آخر دادا یک شب یک جوش نیم بچم وعده می دهم یک شب هم اتا رو گرفته با سینما می رویم مایلش وعده می دهید و باز فراموش می کنید به خدا اجازت نمی دهم این دفعه نرو با مادر خونه شین زنک تو چی ها می گویی خبر داد که بسکرها حمله می کنند نروم کودکانی بیگونه هلاک می گتند رو البته رو این خیل باشد رو آخر من هم میخوام که در خانه با شما شینم نزد تلویزیون نشسته صحبت کنیم با ما این لباس را پوشاندم تا که نفر آسوده بخوابد بنابراین ما دائم باید بیدار باشیم من رو ببخش نجیب خیر دادا دادا احتیاط کنید هر شی یوجه وطن ایچین دیدیم با خونه دروید بچه ها درو دیو بهجت نگاه کن این ماریانا حالا 17 سال است دختر رو نترسون تو هم نترس تو رو نمیخورد جونکم براری کار این را گیر و بعد به من درست کن من دنبالی تو می دوام فهمیدی گیر گفتم و تو میگویم نمی شلوی گیر آخیر من زرگوشم و تو را سر میکنم
بس کجا می آبان تو بری نحمق را بس کن ناز را گفتم را کن سردارم بذارید پیش از ما نفری در اینجا بوده است کسی که نباشد اما اینها او را خفه کردند اسلحه گفته شده شان را گرفتم اسلحه اینجا بوده است خدا را شکر بیا باز این طرف را بینیم باز یکان کس است ببینیم یکان کسی دیگر است گید در کجا باشد؟ چرا تا حال نامد؟ سردار با او گب زدم فاتح حرارت داشته است او را به بیمارخانه برده است یا الله الله یکی در این خیل حادثه ها نمی آید در خوابم بینم باور نمی کنم یا سبزی را گرفته گفتم را میکنیم و یا تو را از تیرز هوا میدیم فهمیدی دختر مرا سرده التماس مرا سرده چی میخوایی تو کیستی؟ خدمتگار فرمایشتان را آوردم من یکان سپاریش ندادم کی تو را فرستاد این طرف گذر گذر دوتر یک دختری بیچاره و مظلوم فریاد و فیغان دارد من از اینجا میگذشتم بینم زرگوشی از سراخی زمین بیرون برآمده است آن را باز بجایش باید برگردانم دوامش را نمیگویم اجرا میکنم اجرا میکنم این مرد کجاست این خودی محکم بود یک سیلو نمیرسد باز تیر سردار آنها اونجاست ایست نگونست سردار من ماشین رو میارم لاب زود زود به این طرف Michael! Hey, come on! He's
خوز بکنم سرزه تو رو دانو میگردانم خانه خواهی خانه پول خواهی پول هرچی که خواهی از گفته های دیگان تاشتانه میخواهم این چیزها برای من یگان ارزشی ندارند اکنون عجلت رسید خوش آمدی آقای فرخ امشب مهمان عالی قدری مایی بیا بهجت آمد؟ آمد در بالای استراحت دارد آقای فرخ بهجت آدمی عجیب است چنون عجیب است که تصور نمی کنید از این نشانه یگیت یک دانه در تو هم یادگاری بماند ایتیباز رحم کن رحم کنم؟ خرابه تو رحم کنم نقشه جلابی میکنی به خاطران سلاح میفروشی شرم نکرده باز بنامی که دختران جوان تجاوز میکنی به همه گونه حیوانی قادر هستی باز حمایتگرانی گرانبها را گیرا نموده دست جنبان و پاکوبون به آزادی میبرایی رسیل این نوکس خرابه تو رحم کنم چرا مایش تو را سر میدیم بیرا بهجت بهجت بیا آقای فرخ زود از اینجا رویم حاضر پلیس می آید هرگز در بالا پول دارم پولم را نگرفته هیچ کجا نمی روم سال داره ماریانا 17 چرا تن فروشی میکنی؟ در زادگو هم برادر بیماری دارم برای تبابتش به کار اومدم دیروز اومدم مرا فریب دادم من چنین دختر نیستم گیرو زود از اینجا رو به وطنت رو اگر تو را بار دیگر در اینجا ببینم پایهایت را میشکنم فهمیدی مرا تشکر برمیگردم به زادگاه هم برمیگردم زود رو از اینجا میدونی دایما در حقت دعا میکنم این کار رو کرده باشد خونش رو می نوشم الو ممدو چه حال داری؟ اسلحه را دریافت کردید؟ زخم داره اینجا است مرد مرده است یک شروع رو گرفته با ماشین تخریبش بریم با دقت همه دسته ها راه ها رو مکرم کنید و نقطه های پیوست دقت کنید با که گب زده است؟ با یکی سردون بمنده تو در کجا میگردی؟ زنگ میزنیم جواب نمیدی؟ میدان پر از خون به تو توی میشود مگر
سردارم به داروخانه می روم. فاتحه حرارت دارد. مایلش خدا شفا دهد. سرداری تخمین کرده همون گریخته است. وقتی شد زود بیا. فهمیدی؟ این پلید نمرده است. این باز کجا قد زد؟ نمیدونم سردار، نمینماید. امدو، این آدم در کجا است؟ در کجا؟ سردار، افتوبوس نمیدون شد. تو رفت افتوبوس رو من کن. ای تو سردار. دیوانه، نه وقتی گم شدن را یافتی. در آنجاست. ایست، ایست، ایست. برای انتقام و غلبه، برای استقلالیت وطن، برای امر راهبران. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد.